درود بر همیهنان ارجمند، شاهین نژاد هستم. در هفته دیگر، برنامه دیگر، همراه دوست گرامی شهرام آریان در این برنامه میخوایم پی بگیریم جستارهای نهگانه ای که در چند ماه گذشته داشتیم و به هر حال وارد نشست دهمش میشیم. جستار این بود که آیا برای رستگاری ایران، برای رهایی ایران از شرایط کنونیش و شرایط نچندان بهترش در کلن 1000 تا 1400 سال گذشته، آیا اقدام سیاسی و داشتن یک قانون اساسی خیلی مترقی و پیشرفته و کارآمد و یک دستگاه بروکراسی تماماً و با حساب و کتاب بسنده هست یا نه؟ ما برای درمان بیماری بسیار بسیار دراز مدت و عمیقمون نیاز به برنامه ژرف‌تری داریم که در حقیقت می شود فرهنگ سازی به معنای این که آنچه که به عنوان سنت و به عنوان قالب‌های فکری و البته در قالب روح اعتقادی که داره در این هزاره گذشته بر ما چیره شده رو باید بشوریم و بذاریم کنار و یک رستاخیز فرهنگی رو در اندیشه و منش خودمون رخ بدیم. در غیر این صورت هر از چنگای هر چند دهه خودمون رو به یک خودکشی ملی مانند آنچه که در سال 57 رخ داد گرفتار میکنیم و در حقیقت وارد چرخه باطل میشیم. با شهرام در نشست گذشته پی گرفتیم که اینو از طریق یک تقریبا میشه گفت حالا یه ماتریکس 3 در 3، سه تا عامل انگیزشی و سه عامل پردازشی رو بررسی کردیم که از شما علاقمندانی که نتوانستید اون برنامه رو ببینین درخواست میکنم که بروید به یوتیوب رنسانس ایرانی و برنامه های سری پیشین رو ببینید. ولی اگر اونها رو هم ندیدید و الان با ما همراه هستید، من پرسش خیلی بنیادی رو که میخوام مطرح کنم و از شهرام میخوام که وارد بحثی بشه که در حقیقت پاسخ به این پرسش بسیار مهمه، خودش میتواند درش مطالبی داشته باشه که تا حدی برای شما شاید بازنگری باشه به نه نشستی که حضور نداشتید. شهرام جان، درود بسیار گرم به خودت و یه خوش آمد دیگه از اینکه فرصتی شد دوباره تو همون سیکلای 3 هفته یک بار با هم باشیم. درود بر تو. با درود به بینندگان گرامی. پرسش اساسی این است، هم پرسش برای شما مطرح میشه شهرام جان، که امیدوارم با هم بریم جلو بتونیم اینو خوب به صورت پخته و همیانان عرضه کنیم و هم خود همیهنان هم حتما این پرسش برامون پیش آمده. ما از نقاط ضعف و از تاریکی ها و از آسیب هایی که اسلام به عنوان یک ایدئولوژی، به عنوان مذهب در جوامعی که رفته در اونجا اعمال کرده مفصلا صحبت کردیم. دست کم سرفصلاشو گفتیم و اشاراتی داشتیم و حتی مثال ها و نمونه های مطرح شد، چه در صده های گذشته چه در عصر کنونی، اونم نه فقط یک نوع اسلام، بلکه اسلام هایی که حالا در هر جای مدعیان بر این باورن که اونها اسلام واقعی رو میدن. چگونه هست یک اندیشه مانند اندیشه زرتشتی که پای در حقیقت فرهنگ بومی ملی ما ایرانیان داره، آبادگر، روادار، خردگراست، دادگر و دادگستر و به دنبال سازندگی است، به دنبال افزایش ثروت، به دنبال آزادگی روح انسانه و با خودش این همه بار مثبت رو به همراه داره، چگونه این در یک نبرد حالا چند صدهی دست کم، حالا شاید 2-3 صده دست کم طول کشیده، از اسلام شکست میخوره؟ منظورم فقط شکست نظامی نیست، شکستی در کلیت که باعث میشه شما در گذرای چند سده اکثریت زرتشتی رو در جامعه ایران از دست میدیم
و به مرور اکثریت مسلمان پیدا میشن و اندیشه زرتشت در ایرانیان بسیار در حقیقت منزوی میشه. تو همین چند سال اخیر جز یه سری پژوهشگر کسی بهش نمیپرداخت. امروز روزه که یه مقدار بین مردم محبوبیت پیدا کرده و افراد زیادی کنجکاوند که اندیشه های زرتشت رو بشناسن و دوباره از نو ایرانی بیاندیشن و ایرانی زندگی کنن. و چگونه است که زرتشتیان هم تبدیل شدن به یک جامعه بسیار کوچکی در ایران نسبت به آنچه که 1400 سال پیش بودن. چی شد؟ چیزی به این درخشانی شکست خورد؟ چیزی که اینقدر میتواند تباهی ساز باشه؟ پاسخ به این پرسش شاهین جان ادامه یا دنباله طبیعی اون آنالیزامونه، چون اون آنالیزای ما میگفتش که وقتی این ایدئولوژی در جامعه باشه یا اون یکی باشه، مردم به چه شیوه های گوناگونی انگیخته میشن و به چه شیوه های گوناگونی رفتار میکنن و بعد یکی سر از یه جامعه صنعتی تولیدی در میاره، اون یکی سر از جامعه جهان سومی که کشورهای اسلامی هستن یا همیشه بودن. بعد در این راستا خب یه بیننده هوشمند از خودش میپرسه که اگر که اون یکی سیستم توی کار کردش اینقدر کارآمدیش بالاتره، چرا نتونست جلوی این یکی ها رو بگیره؟ این یک مغلطه است در پنداشت ساده دلانه، در حقیقت پنداشت ساده دلانه است که اون چیزی که در کار کرده تولیدی بهتره باید بتونه پس در هر سیستمی هم خودش رو تحمیل کنه. نه، اون چیزی که در سیستم کار کردی بهتره هنگامی میتونه خودش رو تحمیل کنه که یک شرایطی برپا باشن، مثلا سرمایه‌داری مدل مدرن تونست خودش به کمونیسم چیره کنه چون حداقل یک مرزهای دولتی روشن بودن و کمونیستا نتونستن در حمله و جنگ در حقیقت میشه گفت که ستیز سرمایه‌دارا رو تصرف کنن و وقتی که سرمایه‌دارا تونستن سر پاشون بمونن بعدن اون کارآمدیشون خوش نشون داد و کمونیست ها توی فرایند 70 ساله برشکست شدن. و اینی که سرمایه‌دارا اصلا تونستن سر پاشون هم بمونن یه باید تاریخی نبود. اگه مثلا آمریکایی کشف نشده بود و یه قاره اون و اقیانوس نبود و اون توانایی های مادی که از اروپای باختری پشتیبانی کنه، معلوم نبود که اونا بتونن جلوی کمونیست ها بیستن. حالا اینجور چیزا باید نداره. مثلا یه نگاه به داستان، یه نگاه دیگر مثلا توی حالت استعاره سنجنده که شما ممکنه یک کاخی داشته باشی، این کاخ ممکنه 50 سال خواسته باشه ساختش، یعنی یه افراد نابغه ای طراحی کرده باشن، مهندسای دقیق اینو پیاده کرده باشن، کارگرای کارآمدی دل داده باشن به کار و با جزئیات مو به مو اینو بر ساخته باشن، آذینش و تزیینش و ساختارش و یه چیزی سه، یه کاخ ماندگاری که جهان رو خیره کنه. ولی یه شب اگه کسی حواسش نباشه، دو تا آدم جاهل دزد اینا هرچی میتونن بیان اون کاخو با یه کبریت با آتیش بکشن و در اینجا میشه گفتش خب نگاه کن پس اون جاهله در حقیقت سیستمش کارآمدتر بود یا بهتر بوده تا اونایی که این سیستم کاخ شگفت‌آور رو ساخته بودن، بر ساخته بودن. یعنی گاهی اوقات تو یک شرایط ویژه‌ای یه سیستمی هست که خودش کار بلد نیست ولی یک توانایی ویژه‌ای داره فقط واسه نابود کردن اون یکی سیستم کار آمده. مثل یک کلیدیه که میتونی قفلی رو باز کنی ولی کار دیگه بلد نیست. درست. مثل اون کبریته. شما کبریت که میتونی کاخ بسازی که وقتی آتیش رو میزنی فقط آتیش بزنی. بله. ولی اگه دارندگان کاخ حواسشون نباشه اونو میتونی با خاک یکسان بکنی با اون یک کبریت. این حالا یه استعاره هایی فقط واسه گرم شدن به داستان. در مورد این مبحث که بیشتر ایرانیان تاریخ پرداز رو تا به امروز مشغول نگه داشته، چون تقریبا خود ایرانی هایی که به تاریخ مایل هستن وقتی میخونن داستان بعد از یه مدتی دستشون میاد که پیش از اسلام چه خبر بوده، پس از اسلام انظر کار آمدی و اینا. حالا برخیشون هستن خودشون رو آگاهانی خود به کوچه علی چپ میزنن از رو تعارف
مثلا یو میگن ها این دوران روزگار دانش های اسلامی رو اینا رو نگاه کن و اینها، این نشون میده که ما مثلا خب در دوران اسلام پس این اسلام یه خبری فلان، ولی خودشون میدونن که اون دست وزرا و وکلای ایرانی بوده و اونم ادامه جنبش دانش پردازی پایان روزگار ساسانی از جندی شابور و تیزفون و این ورانور بوده و اگه مسلمان نمیده بودن اون دوران دانش پردازی بالت حرفه‌ایش داشت را میافتاد و دور ورداشته بود. اینا فقط یه سکته 100 ساله بودن و بعد ترجمه شد به عربی، به عربی انجام شد به جای اینکه به پهلوی انجام بشه. اون خود آدمای تاریخن میدونن. اگر مثلا گاهی از رو تعارف این حرفا رو میزنن. ولی خود همه کسایی که به این داستان نگاه میکنن و برتری ایران باستان رو میبینن و خلفتی و عقب ماندگی زمان اسلام رو میبینن، به راستی تحلیلشون این پرسش زغزغ میکنه که چجوری پس این آدمای خلفت و جاهل از پس اون آدمای کارآمد بر اومدن. این براشون یه مشکل پاسخ ناپذیره. که من با دو سه تا استعاره و نمونه خواستم داستان رو گرم کنم، یکی اون کمونیسم و سرمایه‌داری و یکی اون داستان کاخ و اون آتش زن. ولی الان میپردازیم بالت سیستماتیک یا فرمال به خود داستان. پاسخ اصلی یکی از پاسخهای اصلی بعدن دو سه تا ستون داره این داستان یا مرحله داره، ولی یکی از اکسیوم ها، یکی از بن قانون های اصلی برای توضیح این داستان بخش بندی نیروی درونی انسان به انجام کارها در زندگی. شما نکنید اگه یک انسان زرتشتی کارآمدیش 5 برابر تا 10 برابر یک انسان مسلمون هم باشه در میانگین در کارهای صنعتی اقتصادی علمی و فلان، ولی 95% زندگیش رو، وقتش رو، گرایشش رو دل بده فقط به کار سازندگی و 5% به نگهداشت از ایدولوژی خودش یا زیست خودش یا جنگیدن و از بین بردن آدم های دگرگونه، این ممکنه آخر سر از یه مسلمونی که 1/5 او توانایی داره، یعنی 20% او توانایی داره، ولی 95% فکر و ذکرش در تیروز اینه که من فقط دگراندیشا رو چجوری میتونم از بین ببرم، آخر داره کمتر ریسورس میریزه تو اون زمینه نگهداشت و جنگ و ایدولوژیک و دفاع ایدولوژیک و چیزای دیگه. یعنی اون 5%ش و این یکی 95% از 20ش، یعنی در حقیقت اون موقع باید 1/20 بزنیم، یعنی با 19/5 داره اون موقع ضریب ریاضی داره کار میکنه. با این که مقدار شرم جان برای بیننده ها یکم واضح تر بشه، چون یکم صحبت اعداد ارقام شد، میخوام همیهنان دچار آشفتگی ذهنی نشن. به عبارت دیگر یک انسان حالا زرتشتی فرض کنید، این عمده زمانش رو میذاره برای اینکه به هر حال کارش رو درست انجام بده، تولیدی بکنه، به وظیفش عمل بکنه و در جهت حالا ساخت و ساز و اون چیزی که برنامه روزانش عمل کنه. شاید در طول هفته یا ما یه بخش کوچکی رو میذاره به این که یه پاسداری داشته باشه از اون چیزی که حالا باورشه یا آینشه. برخلاف این کاملا در نقطه متقابل ما یه فرد مسلمان مکتبی رو داریم که تمام زندگیشو گذاشته فقط دنبال اینه که یکی رو پیدا کنه که با ایمان اون یا با باور اون یا با الله اون در تضاد یا دست کم هماهنگ نیست، چشم اون رو در بیاره و اون زیر فشار بذاره و اون رو مغلوب کنه. و حالا اگر اون وسط هم کار انجام داد داد و طبیعتاً کسی که فکر و ذکر و ثروت و قدرتش در اختیار اینی که سرکوب کنه و نگه داره و دیگران رو زیر فشار بذاره به مراتب دست بالا پیدا میکنه نسبت به اون فرد زرتشتی که میکوشه یه شهروند خوب باشه، کارش رو درست انجام بده، تولیدی بکنه، خشتی رو خشت بگذاره. فکر کنم ما تا حد زیادی هم جلوه‌ش رو در همین جمهوری اسلامی هم میبینیم، حکومتی که همه میگن که اینقدر آدم به تلفن‌های آدم گوش میدن، اینقدر هستن که توی خیابون‌ها چیکار میکنن، اینقدر هستن که کار سایبری میکنن. یعنی یک حکومت انگار تمام توسعه و تولید تو کشور رو متوقف کرده، فقط یه عده داره نون میده که اینا شنود بکنن، اینا دنبال مردم بگردن، اینا مسائل سیاسی مردم رو پیگیر بشن، مسائل ناموسی مردم رو پیگیر بشن، خارج از کشور پول خرج بکنن. دقیقاً من فکر کنم به صورت جمعی داریم مظهرش رو در خود حکومت کنونی جمهوری اسلامی می‌بینیم. درسته، یعنی با این که کارآمدی اون مسلمونه خیلی خیلی پایین تره از اون زرتشتیه، شاید 20% اون باشه، یعنی 80% پایین تر،
ولی چون همون 20% رو تقریبا فقط همش رو صرف این از بین بردن دگراندیش میکنه، آخر سر از اون زرتشتیه که فقط 5% اون 100% رو استفاده میکنه باز جلوتره تو کار از بین بردن اون یکی. این یکی از ستونهای توضیحیه. ستون دیگرش برمیگرده به جداگون بودن اصلا اون گروهی از انسان ها که شما به کار میبری برای پیشبرد اون آینت. آین زرتشت یک جامعه رو از راه مهتران جامعه تصرف میکنه، یعنی افرادی رو که باهوش هستن و پرمایه هستن، دارای شخصیت هستن، برای اونا بسیار برانگیزاننده است. یه دین بسیار فاخریه، یک آین بسیار فاخریه. آدمایی که سطح بالا هستن و باهوش هستن وقتی میبینن خوششون میاد، معمولا مهتران جامعه به اون میگرون و بعد با نفوذی که دارن کهتران رو هم کوشش میکنن مثلا گراینده کنن به اون کار برای بهزیستشون، که این نمونه رو من گفتم حتی در داستان اساطیری گشتاسپ به همین حالت مونده. اسلام چون پیشنهادی که میکنه بسیار ساده دلانه و سطح پایین آمیخته با خشونت و برهانی هم نداره، اصلا ساختار داستانهای آفرینشش درونش یه جوریه که افراد باهوش و سطح بالا نمیتونن بپذیرن. این میره پایین جامعه یا پایین بالا نزدیم، کلن اون کسایی که در جامعه هوششون کمه و گرایش های سادیستی دارن اونا رو پیدا میکنه، اونا رو جذب میکنه حالت طبیعی چون اونا بیشتر خوششون میاد، بعد آفر یا پیشنهاد این دین رو هم میشنوند که این دین میگه برای ما کارآمدی مهم نیست، شما ایمانت فقط مهمه، ایمانم یه کاریه که هر آدم کمهوشی هم میتونه اگه نماز بخونه و روزه بگیره اینو میگه ادعا میکنه من ایمانم جلوتره، یه مدام آدم کشی و جهاد و اینا برای اونا بسیار دلرباست. میگه ببین تو اگه کاری هم بلد نیستی من تو رو میتونم از این راه های ارزان به مهتری برسونم. میایم دور هم جمع میشیم یا با شبیخون جهاد هر چی میذون که از بین میبریم، بعد خودمون رئیس میشیم و بعد دارایی کشور مثل رانت میخوریم. در حقیقت مسلمین روزگار اول دوره برای خود پیامبر اسلام از تو مدینه همین کارو میکردن، برای همینم هم قریش یا تاریخ طبری یا جای دیگه هم نام اومده بهشون میگن دزدان مدینه، یعنی طرحی واسه اقتصاد نداشتن، فقط میدزدیدن رانت پخش میکردن. بعدم در عمده بزرگتر موفق شدن، وقتی ایرانو بگیرن ایرانو میمکیدن 300 سالی و مثلا امروز پس از انقلاب هم بانه باز تولید دوباره کشور رو دارن میمکن، طرحی واسه ساختن ندارن، تفلیه هیچ وقت نداشتن. افرادی که جذب میکنن هم اصلا اون اصلا مغزش اصلا نمیکشه واسه تولید، افراد کمهوش و سادیست با گرایش های سادیستی سکسی سی مدل آدم های عجب و غریب اونا رو جذب میکنه با این پیشنهاد ارزان که ما میزنیم و میگیریم و بعد مثل رانت میخوریم. این دو مدل گوناگون از آدم که یکی آدم سطح بالا اینا، یکی اون آدم سطح پایین چاق و کش و نفهم و اینا، این موقع یه مشکل پدید میاره در حالاتی که مسلمین پاشون به یک کشور باز بشه. تا انگامی که مسلمان ها رو شما بیرون مرزات نگر میداری، یعنی اینکه یا در جنگ مردامرد شکستشون میدی یا وقتی میخوان مهاجرت کنن به کشورت راهشون نمیدی، وقتی اینا رو بیرون نگه میداری خطری برات به اون صورت نیستن، برای کشور کارآمد مثل یک کشور زرتشتی یا الان اروپا شمالی که پروتستانته، چون ناکارآمدن در تکنولوژی، اینا ضعیفن در سازماندهی، عقلشون کمه، نمیتونن در یه جنگ منظم شما را شکست بدن و پیشنهادی هم که میکنن برای مردم شما زیاد جالب نیست مگه برای اخشار خیلی کمهوش و سادیست و اینا، ولی اونا هم خب داخل خود کشور میتونه کنترل کنه، مهتران کشور جلوشو میگیرن، ضد تبلیغات میکنن اینا. ولی خدا اینا کرده اگه پاشون باز بشه داخل کشور شما، میرن در اماکن ضعیف اجتماعی برای خودشون جاپا باز میکنن، همون رفته کمهوش و سادیست رو پیدا میکنن، قده های سرطانی در سراسر کشور تشکیل میدن، حالا هر جا که هست که پاشون بهش باز شده یا برای مهاجرت یا پیروزی نخستین نظامی، و بعد اونجا موقع از پایین با ترس دائمی و کشتن و گرفتن و شکنجه و اینا بعد جامعه از پایین تصرف میکنن مثل سرطان در حقیقت.
بنابراین مثلا یکی از گمان من اینه که اگه اونا در قادسیه یا نهاوند موفق نشده بودن، ما امروز بعد از 1400 سال در ایران من شک دارم اگه 3% مسلمان می داشتیم. کسی نمیرفت مسلمان بشه، یعنی این آیین زرتشت فاخر رو ول کنه و بره مثلا به اون داستانا بچسبه. این نیاز بود که بیاد در داخل خود ایران شهر این قده های سرطانی رو در این شهرها تأسیس کنه و اینا از پایین با ترس و وحشت و کشتن و شکنجه بگیرن کشور رو. این نمونه رو خب دینای ابراهیمی یه بار قبل از اسلام هم انجام داده بودن، نه به این شدت، ولی با یه طرح شبیه مسیحیا هم از پایین جامعه امپراتوری رومو خورده بودن مثل سرطان. دوی فرایند درازتر به تو دلیل، یکی واسه اینکه پیروزی نظامی به دست نیاورده بودن، بعد خودشون دیگه با شدت تحمیل کنن، بعد زیر سیطره شهربانی و دادگستری رومیا بودن. یک کمینه که اصلا کلن شدتشون هم بنز مسلمان ها نیست تو این کارا. بالاخره یه مقدار هم این مسیحی ها باز یه ذره هم آزادی انسانی اینا بیشتر قبول دارن تا مسلمان. فشارش اونجوری نیست، اینطور هم نبود که دیگه فقط آدم های سادیست و کمهوش رو جذب کنن، پیامش هم یه خورده یه جور دیگه است. به ویژه استانیسم هم اومد شهرام که اصلا رویه اصلا متفاوت شد و جنبش خیلی توسعه‌گرا و اصلاح طلبانه ای بود. اون خیلی بد بود. من فعلا از آمدن مسیح رو دارم میگم تا قسطنطین، یعنی 300 سال اول رو. واسه اینکه جامعه رومیا رو از زیر مثل سرطان در نوردن و رومو در ستانن، یه 300 سالی خواستن. اگه با پیروزی نظامی اومده بودن همون کار رو تو 20 سال میرفتن. ما اینو در مورد اونا میدونیم، مثلا وقتی که موفق شدن که پاشون باز بشه و امپراتورها کم کم مسیحیت رو تحمل کنن و کم کم حتی برخشون مسیحی بشن و به ویژه از تئودوزیوس که اون نخستین بار اومد ارجحیت رو برای نخستین بار به مسیحیت داد، اونا دیگه اون موقع برای نخستین بار تو با قوای دولتی تو پشتشون دولت سال 400 میلادی دیگه چنان زدن، کشتن، شکنجه کردن، چیز عجیب و غریبی. در کمتر از 30 سال تمام اون دین‌های دیگر رو که اکثریت جامعه هنوز بودن، مسیحیان اکثریت نبودن، 25% 30% بودن. درست. یعنی دینای شرک کلاسیک رومی ها رو که دین بسیار فاخری بود، با ایزدهاش و تقسیمات آسمانیش و اینا، با دانش هم یه میانه بسیار بسیار خوبی داشت اون شرک کلاسیک رومی و یونانی، و بخش بالای شهر رو که بیشتر مهرپرست شده بودن به خاطر همسایگیشون با ایرانی، مهرپرستی آینی بود که افراد سطح بالا و عالم و بالای جامعه رو خیلی دراش دل رو با بود. حالا بشیم موقع میرسیم چرا اینجوری بود. اینا رو با چنان شدت و حدتی کشتن و چهار تیکه کردن و شکنجه کردن که اون ورش ناپیداست. حالا یه برنامه دمش می‌ذاریم که چه فاجعه‌ای به بار آوردن شبیه همین مسلمانای عزیز خودمون. یعنی این اون یکی هم کانسپتشون شبیه اینا بود و مثل سرطان از پایین خوردن، هیچ وقت برای اقشار بالای جامعه جذاب نبودن. حالا بنابراین مثلا سر همین فاکتور دوم حالا ما بمونیم، بود و نبود ایران در همسایگی با مسلمونا در حقیقت وابسته شد به برخورد نظامشون با هم دیگه. یعنی عرض کردم بدون پیروزی نظامی تو ایران اسلام محال بود پا بگیره. محالات فراموشش کن. چون همون جوری که پیروزی اومده بود اینقدر کریه بود برای ایرانی ها، اینقدر باید میزدن و جزیه میگرفتن، شلاق میزدن، شکنجه میکردن که از اون ورش ناپیدا تا بالاخره بتونن پا بگیرن، بدون اون محال بود. با این حالتی هم که من ترسیم کردم که از پایین جامعه میان با سرطانی کار میکنن، بنابراین شما اگه راش ندید تو کشورت و اون نتونه اون قدرت سرطانی رو تشکیل بده در کشورت، این اصلا نمیتونه. بنابراین تمام سرنوشت ایران در برخورد با اسلام وابسته شد به این جنگ نظامیشون. بنابراین جنگ نظامی ایرانی ها با مسلمین اهمیتش تو شکست و پیروزی از حالت شکست و پیروزی معمولی فرق پیدا کرد، چون یه همچین پیامدی هم بهش چسبیده بود.
یعنی شد صورت موقع... مرگ و زندگی در حقیقت مومن بودن و نبودن شد، هست و نیست و اینها. حالا یک کسی تو ممکنه بگه که خب حالا میشه ما با اون جنگه بپردازیم بفهمیم که اون خودش چه جوری بود و اینها، چون همه اینا بعدن با پد از شکست ایرانی ها باعث افسانه سازی های زیاد شد تو ایران، که اون ایرانی که خودشون رفتن مسلمون شدن توی وضعیت بدی قرار گرفتن، چون اکثریت جامعه هنوز زرتشتی بودن و به اینا به عنوان خائن نگاه میکردن، یا به قول خودشون تو فارسی دری کهن یا اون زمان میگفتن دشمن کام، به اینا به عنوان دشمن کام یا خائن نگاه میکردن. و اینا مونده بودن که خب ما چیکار کنیم که یه خورده مشروعیت به دست بیاریم. اینا مجبور بودن داستانهای تخیلی درست کنن، مثلا در مورد ظلم و ستم مثلا زمان ساسانیا، که هر کسی که یک مقدار وضعیت اداری و دینی اون زمانو بدونه و بعد مال زبان بعض از اسلام رو بدونه که چه آشفت بازاری بود، چه بگیر و ببندی بود، چه باغ وحشی بود، در مقایسه با اون نظمی که قبل از اسلام وجود داشت، از خنده روده بر میشه وقتی بشنوه مثلا ستم موبدان از این حرفا، واقعا جای خنده داره. حتی خود فرنگیان کم کم دیگه کم که خجالت کشیدن دارن کتابای تو مسیر برعکس می نویسن که واقعیت چی بوده، چون خودشون کم کم اعتراف میکنن، میگه ما که مسیح شده بودیم یه دونه زرتشتی رو تحمل نمیکردیم که بیاد تو مناطق ما کار کنه و اینا، ولی ایرانیا مسیحیا رو به سادگی استخدام میکردن تو ارکان گوناگون، مسیحی داشتن، یهودی داشتن، بودایی داشتن. پس از اسلام ولی رسم شد واسه این که مشروعیت ایجاد بشه برای اون خائنینی که مسلمان شده بودن، اینا باید داستان درست میکردن، آقا ستم بود، نمیدونی چی بود چی نبود، از این حرفا ما آزاد شدیم به دست این دین برادری و برابری، از این حرفا قبلش خیلی ستم بود، فشار بود، مالیات بود، دوست که مالیات های زمان ساسانی و تفلی هست، اصلا مالیات های کمرشکن بعد از اسلام که مردم رو واقعا تا مرگ میچلوندن، اصلا قابل قیاس نبود، برای اینکه یه دولتی بود از نظر اقتصادی بسیار کامیاب، اصلا نیاز نبود کسی رو مالیات بکشه. زمان مسلمین که هر چادم جاهل زبون نفهم بود بر مهتری گماشته بودن، این همین بعد از انقلاب خودمون، و این کشور چون سیستم اقتصادیش فرو پاشیده بود، توی یکی از برنامه صحبت کردیم که به کمتر از 50% به 30% و بعد به گذار زمان به کمتر از 10% اون چیزی که زمان ساسانی بوده. خب وقتی که درآمد میره پایین، شما وقتی همون کارکردهای دولتی رو می‌خوای سر پا نگه داری، باید درصد مالیات رو بری بالا. درسته. حالا ما این داستان نمی‌دونیم که داستانش درازه. من فقط می‌خوام بگم دروغ‌های شاخدار عجیب و غریبی مجبور شدن خود ایرانیایی که به اسلام گرویده بودن، واسه اینکه می‌خواستن توجیه کنن. توجیه من تفلیا درکشون می‌کنم. این سیستم که اومده بود یه زبون سیستم زبون نفهم سرکوبگر بود. خب اون تفلی ایرانی باسواد هم وقتی میخواست در سیستم اداری پیشرفت کنه، این باید حتما مسلمون میشد. مثل اون زمان ساسانی نبود که مثلا مسیح هم استخدام کنه، نه، تو باید مسلمون میشدی. خب این بدبخت هم رفتی اشراط خونده مسلمون شده، بعد وقتی تو روستای خودش و شهر قوم خودش خوب همه بشه توف میکنه تو صورتش، تو رفتی با دشمنای آدمخوار همکاری میکنی که واقعا آدمخوار بوده. شاید جان برای همین هم بوده که خیلی از دبیران و وزیران خیلی برجسته دوره بنی امیه و 100% بنی عباس یا زرتشتی بودن که مسلمون شده بودن به خاطر همین مسائلی که میگی و در حقیقت فضای اجباری که ایجاد شده بود، یا دیگه دست کم پدرشون زرتشتی بود و زرتشتی زاده بودن که دیگه مسلمون بزرگ شده بودن. چند تا نمونهش داریم، ابن مقفع مثلا ظاهرا مسلمون میشه ولی بعد به جرم در حقیقت شرک میکشنش دیگه، یا فضل ابن سهل سرخسی وزیر مأمون، اونم همینطور، اونم زرتشتی است که به هر حال ظاهرا مسلمان میشه. فکر میکنم برمکیام در اصل باید بودایی بوده باشن خانوادهشون، فکر میکنم. بنابراین همچنان که داری میگی مشخصه همون نسل یا حد اکثر یه نسل بالاتر اینا زرتشتی یا حالا بودایی بوده، غیر مسلمان بوده و اینا چاره ای نداشتن اگه بخواستن تو سطح بالا به اصطلاح مطرح باشن. خاندان نوبختی داریم خیلی ها بودن، یعنی واقعا اگر یک علم و رجالی در این مورد به کار بره مشخص میشه تمام پوز و افتخار آقایون به دوره اسلامی برمیگره به کسانی که اصلا فراورده اسلام نبودن، بلکه تو جامعه‌ای که حکومت حاکم مسلمانه دارن زیست میکنن. همین، بنابراین این تمام این داستان اون موقع ما رو بی اندازه وابسته میکنه
به اون یه شکست نظامی که باید اون درست درک کنیم. ولی اون الان چون تو این برنامه نمی گنجه، یک برنامه دیگری بهش می سپاریم. البته قدیم ها این کار رو انجام دادیم تو نشستای درونی انجمن، ولی اینجا الان بیشتر می پردازیم بهش برای همینهای گرامی تو نشستای ویژه. اینجا من فعلا میگم که همه چی به اون وابسته شد، چون اگه اونجا دم مغز شکست نخورده بودن این سرطان وارد نمیشد. این سرطان رو وقتی وارد میکنی، این همون سرطان مسیحیت در روم، این از افراد کمهوش و جاهل و آدمکش و دیوانه و عقده و اینا رو جمع میکنه و بعد از پایین نخوش رو تحمیل میکنن، چون یارو هیچ شخصیتی برای خودش نداره. این آیین تندروی توتالیتر میشه تمامیت شخصیتش و میبینی دیگه کار زندگی هم که ندارن این دینای ابراهیمی که اصلا کسی رو دعوت به کار کوشش نمیکنن، اصلا همشون بدتر اسلام. این میبینی از صبح تا شب فقط کارش توی مرشد ارشاد این اون، آه تو کار نداری؟ نه. زندگی نداری؟ نه. هدفی سازندگی نداری؟ زندگی نه. کنجکاوی داری؟ دوله امرین به حمدالله نه. این فقط میخواد همه رو فقط ارشاد کنه. حالا وسط ارشاد گاهی تهدید هم میکنه، گاهی چاقو هم به شکم کسی میزنه، تو شب دوره فرار میکنه، یه فضای وحشت هم ایجاد میکنه، یا به قول خود مسلمین النصر بالروب. یعنی شما یه قدرت سرطانی داری در داخل کشورت که اینا کار و زندگی ندارن جز ارشاد و دیگراندن مغز این و اون. یه موقعی بالاخره از پایین میزنه میاد بالا. حالا در این مورد حالتی خیلی شهیدش، چون شمشیر پیروزی هم باهاشون هست تو روم، چون فعلا شهربانی رومیا بالا سرشون بود، یه 300 سالی خواستن. حالا یه کسی از همیهنان فرهنگ دوستمون و از بینندگان برنامه از هموطنان ارمنیمون با من تماس گرفته بود، 3-4 روز پیش صحبت میکردیم، میگفت که تو رو خدا هرچی نقطه ضعف مسیحیت هست بگید اشکال نداره، ولی مسیحیت رو با اسلام یکی نکنیم، ما به اون بدی نیستیم. نه به اون بدی هم نیستن. به اون بدی هم نیستن. یعنی شما ببین این گرایشش به اقشار پایین، به کتک خورده ها، به قول خودشون مستضعفین که اونم داشتن، این گرایششون به آدم های نفهم و دست پایین، این تو هر جهتشون هست. ولی مسیح نیومده بود بگه که شما کار زندگیتون رو باید ول کنید، لشکر درست کنید، فقط آدم بکشید، زن و بچه‌شون رو بفروشید و اینا اینقدر بزنید تو سرشون تا همچین نگو تپلی. یعنی اونا از یه مرزی هم فراتر نرفتن تو این کارهای این شیوه های عجب و غریب. ولی این گرایش به این که زندگی بخش تولیدیش به خودی خود بنز ایمان ارزش نداره. درست. ایمان آقا ایمان، تولید چیه، این حرفا چیه، این تو اینجا شباهت دارن. یعنی اینا با قبل از اینم که مسلمین بیان ایران شکست بدن، همون درگیری ها رو ایرانی زرتشتی که تو موقع سرپا بودن و ارتشون شکست نخورده بود با مسیحی ها داشتن. درست. و وقتی که شنیده بودن که مسیحی ها از خدای خودشون میترسن، همون موبدای ساسانی هم از خنده روده بر شده بودن، میگفتن آقا یزدان که نماد سازندگی است و افزونی بخشی است و خرد بخشی است، این شما ازش میترسید؟ یعنی شما نمیفهم. اونا میگفتن بله ما خیلی میترسیم از خدا، اصلا از خشم خدا بترسید و اینها. این کانسپت ابراهیمی است، سیستمش اینجوریه. و اینا از خنده روده بر میشدن و به خاطر همین مسئله اومده بودن نام اونا رو مسیحا رو گذاشته بودن ترسایان. یعنی کسایی که اینقدر دیوونن که از خدای خودشون میترسن، چون اونا درکش از اهورامزدا من عرض کردم یه موجود خونسرد افزونی بخش منطقی آرام خوی، چی ازش بترسی؟ کدوم میگه قراره کسی رو شکنجه کنه مثل مال اونا؟ پس دلیل نامگذاری مسیحیان به ترسا این به اصطلاح خدا ترسیشون بوده. خودشون به خودشون میگفتن. توی آرامی یه دونه فعلی بود، ریشه فعلی بود به نام رهبه با ه دو چشم، رهبه همون راهب از اون مونده. راهبه یعنی کسی که راهب، حالا ما مذکرش هم داریم، یعنی از خدا میترسه. خودشون تفلیه نام به خودشون داده بودن، به اینم افتخار میکنن که ما از خدا میترسیم. و این زرتشتی هم میشوند از خنده روده بر میشوند، میگفتن مگه کسی هم از یزدان مگه میترسه؟ آخه مگه نشدیم همیشه تا حالا؟ و این مدل، خب اون چیزی که اون دوست ارمنی میگه درسته در مورد این که دیگه مال مسلمان ها دیگه تمام این کانتمپت ها رو دیگه به جنون رسوند، یعنی به جنون واقعا، یعنی لگام گسیخته. خب اون مال اون اونجوری نبود، ولی این مغلطه که شما باید از خدا بترسی و کانتمپت اصلی ترس و اینا، این توش بود. البته به این شدت نبود، برای همین نفس میذاشت. حالا ما اگه دوستان
ارمنی مسیحی حساسیت دارن، یه بار یه برنامه میذاریم که خود از نظر علمی نوین ببینید اسلام شناسای آلمانی روی مثلا خیلی کار کردن، فرق میونه دو تا دین در چیه، مسیحی و اسلام، و چرا مقدار نفس بیشتری که آیین مسیح برای انسان میذاره، یه مقدار نفس بیشتر میذاره، اون انسان اونجوری دیگه خفه نمیکنه به اسلام. آخر همین یه نیمچه نفسی بود، اون شخصیت انسانی رو اونجوری خورد نمیکنه، فرد اونجوری له و لورده نمیکنه، کار کرده اونجوری بیهوده نمیدونه تو زندگی مثل اون یکی که بالاخره برای این نفسی گذاشت و این تونست اون راهو بره و سر از پروتستانتیزم و رفرماسیون و زندگی مدرن در بیاره. و این یکی نه، این یکی اون نیمچه نفسه رو میگیره و شما رو دیگه به یه مجری اوامر، به یه آدم آهنی بی جان تبدیل میکنه، که حالا آدم آهنی واژه‌ش غلط اندازه، چون آدم یه کارآمدی هم توش هست، در حقیقت یه چیز بی جان برسته. که فقط موقعی بیدار میشه که اسم غارت میاد، یه جایی میتونه به کسی رو مفتکی بکشه، جهاد کنه و زن بچه‌شو بگیره بفروشه، از این حرفا، اونجا یارو بیدار میشه. قبلش همش در حالت کرختی و اینا اغما به سر میبره. مال مسیحیت تو این حالت نیست، تو این شدت نیست، ولی یه 40% ازش داره. درست. و همینم هم بود که اونا رو هزار سال، بابا این رومیای بیچاره در کار علم، در کار دانش اینا زبان زد بودن. خب همین مسیحیت بود که اونا رو هزار سال رو به قبله دراز کرده بود. این هزار سال تو اروپا چیکار میکردن؟ عقب مونده بودن از زمین و زمان. یعنی با اینکه زهرش از اسلام کمتر بود، ولی اونا هم هزار سال از زندگی انداخته بود. آدم ها رو میفرستاد دنبال نخودسیا. حالا فرقش این بود که با خشونت کمتر، با فشار کمتر، اسلام بیشتر دیگه همچنین به صفر میرسونه به حمدالله. ولی ما گذشته از اینکه مسئله اون شکست نظامی رو عرض کردم، باید یه بار درست بفهمیم، چون من اثبات کردم یا مشتق کردم که همیشه آخر به اون برمیگرده. درسته. چون وقتی یه سیستمیه که تو اول ازش باید شکست بخورین که این پاش به کشور تو باز بشه، که بتونه این قدرت سرطانی رو در افراد مستضعف یا افراد کمهوش یا افراد ساده دل بزنه و بعد از اونجا شروع کنه جامعه رو تصرف کردن، به ویژه اگه شمشیر پیروزی هم پشتش باشه، چون همه چی بن‌بستگی داره. ما یه بابت برای خودش آنالیز کنیم. در پایان من فقط به یه برهانی رسیدگی می‌کنم، چون ما اینجا مجبوریم که این برهان‌های مغلطه رو که به گذار زمان ایرانی‌های مسلمان شده خودشون ساختن واسه اینکه خودشون آرامش روحی بدن، که شکست خودشون رو تحمل کنن، اینا رو مجبوریم دونه دونه اینا رو ناکار کنیم، خونسا کنیم. ده. یکی از مثلا برهانایی که من از یکی از ایرانی‌ها شنیده بودم که دستی هم در دانش داشت، میگفتش که بله این زرتشتی، آیین زرتشت، ایرانی‌ها بیگمان یه عیبی تو خودشون داشتن، برای اینکه حالا گیروم شکست خوردن، کتک میخورن تو سری از این حرفا، ولی چرا اینقدر زود ول کردن؟ چرا 300 ساله ول کردن؟ و مثلا 300-400 ساله، ولی مسیحی ها مثلا ما میبینیم که مثلا در اروپا که عثمانی اونجا گرفته بودن، یه 200-300-400 سالی هم بودن، مثلا ول نکرده بودن. خب این برهان من الان دست که اینجا فرصت هست بهش پاسخ میدیم، بعد چیزای گسترده تر و نشستای آینده، که چون مغلطه کامله. درسته. مسلمونا مناطق مسیحی که دستشون افتاد در دست رومی ها، مصر، سوریه، اردن، در کمتر از 70-80 سال باید با ذره‌بین میگشتی دیگه مسیحی پیدا کنی. درسته. تو خود ایران بود که با اون همه مقاومت، اون همه قیام، تازه 300 سال هنوز بعد از 300 سال هنوز بیش از نیمی از مملکت زرتشتی مونده بودن. درست. تازه مسلمان‌ها بعد کلی هم به اینا آخر سر بعد کوتاه میمدن با ایرانی، رشوه میدادن، یعنی از مأمون به اینور یه فضای ایجاد شد که تو میتونی مسلمان بمونی ولی زبان فارسی رو نگه داری. درست. تو مال مسیحی ها که به حمد الله اصلا زبون اصلا از بین رفت، ماهیت همه چی رو سوزوندن در کمتر از 100 سال. بله. چه مقاومتیه؟ یعنی برای ایرانی مثل مصر و سوریه و اردن، حتی یه مقدار شمال افریقا و برتر بریم، جایی که قبلا به هر حال بخشی از امپراتوری روم بود، حالا بربرها بودن و الان امروز دیگه لیبی و تونس و الجزایر و اینا، اونها هم با اینکه نظر اتنیک گروپ اصلا عرب نبودن، ولی هم در زبان عرب شدن هم مسلمان شدن. بنابراین به 100 سال نکشید، به 100 سال نکشید.
مال ایرانیا بعد از 300 سال هنوز بیشتر از نیمی از جامعه زرتشتی مونده بود و زبون فارسی رو تحمیل کردن به اسلام. درست. و به خاطر همین مسئله ایرانیا تا به امروز هیچ وقت درست مسلمون نشدن. این مسئله که شما هر شیعه رو یه خورده پوستش رو بخراشی اون زیر زرتشتی میاد بیرون، این درسته. چون در همین دستگاه‌های معنایی زبان فارسی بخش بزرگی از ایران باستان رو نگه داشتن. خب این کدوم مقامت؟ اون یکی که 100 ساله دیگه هم مسلمان شدن، هم عرب زبان. بعدم فراموش نکنیم اونا که 100 ساله همه چی شده بودن، با این فرق عظیم که پشت جبهه‌شون هنوز آزاد مونده بود. درسته. یعنی روم هنوز سرپا بود، هنوز امید بود که نیروی کمکی بیاد. من اینجوری به شما میگم، اگه بخشی از امپراتوری ساسانی سر پاش مونده بود، بعد از شما 600 سالم میومدی باید با ضربی میگشه دوتا مسلمان تو ایران پیدا کنی، چون هنوز جزیمه دادن به امید اینکه اون دولت آزاد هنوز بهت کمکت. این نکته خیلی مهمی اشارم جان، برای اینکه وقتی که اسلام اومد و امپراتوری روم و ایران رو شکست داد، که البته در ایران ایستادگی خیلی بیشتر از روم بود، خب ایران شهر دیگه تا اواسط صده 8 هجری تا حدود 750 ایران شهر و آسیای میانه کاملا دست اسلام افتاد و هیچ جزیره زرتشتی از نظر اینکه دولت یا حکومتی باشه که بتونه یه امیدی برای اینا باشه به عنوان پشتوانه نبود، کاملا نظر درسته. در حالی که اینها وقتی تمام روم رو گرفتن، دست کم منطقه‌ای که امروز بخش از فلات آناتولیه و بیزانس خونده میشد تا 1452 فکر میکنم که سلطان محمد دقیقاً نصفش سرپا مونده بود. بله، تا سلطان محمد رومی حمله کرد، یعنی تمام 50 سال پیش از صفویه. و این خیلی مهمه، یعنی شما هنوز بیرون، بعدن برادران مسیحی بیرون از حیطه روم و کشور اسلامی هم هستن، در شمال اروپا هستن، در فرانسه کنونی، در آلمان کنونی. بنابراین من همین دارم میگم، با اینکه پشت جبهه عظیمو داشتن، با اینکه این پشت بیش از 100 ساله هم زبونشون یادشون رفته بود، هم کاملا مسلمون شده بودن، مسیحی ها. درسته. تو ایران با اینکه همه چی از بین رفته بود و هیچ امیدی به جز شکنجه و کتک و تجاوز دیگه نبود، به فرداد نمیخواستن مسلمون بشن. هی میزدی یارو نمیشد. درسته. کتک میزدی تجاوز نمیشد. اگه یه بخشی مونده بود، اگه مثلا خراسان زرتشتی مونده بود، فقط میتونستن مثلا تا مرو مثلا برسن. اصلا تو ایران یکی دنه آدم اصلا مسلمون نمیشد. درست. همه اینقدر جزیه میدونن تا کمک بده آخر سر. نکته بسیار مهمی بود شهرام جان. این بحث و جستار رو حالا اگر فکر میکنم گفتنی ها رو گفتیم تا برسیم به اون صحبت دیگری که تر پرسشش رو کردی برای نشست بعدی. همینان خب دیدن که محور و اصل گفتگو بر سر این بود که چگونه یک آیین سازنده و مولد و زندگی ساز و خردگرا شکست میخوره جلوی یه آیینی که میاد برای تخریب. و خب دلایل و شهرام خیلی به زیبایی برشمرد که البته خب بحث میتونه ادامه پیدا بکنه، ولی صحبت از حمله نظامی شد و به نبردهای نظامی ایران و مسلمانان نپرداختیم. ولی ویدئویی پخش میشه که دوستان ما هماندیشان و هموندان جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی در سراسر جهان در هر جایی که نیروها هستن، برای اینن که سال روز قادسیه رو که فکر میکنم میشود 26 تا 25 تا 28 آبان برابر با 16 تا 19 نوامبر در همه جا یادی بکنن از نسل‌کشی ایرانیان که نه در قادسیه، از قادسیه آغاز میشه و برای چند دهه ادامه پیدا میکنه، ولی قادسیه رو بهانه‌ای کردن برای در حقیقت یادبودی از اون نسل‌کشی. و از اون مهمتر در کنار نسل‌کشی و قتل عام خیلی از شهرهای ایران که ایستادگی کردن و تسلیم نشدن، مسئله فرهنگ کشیه. اون چیزیست که ما الان تو این چند ماه این برنامه‌مون در حقیقت پیرامون همون موضوعه، فرهنگ کشی که در ایران شد در پی نسل‌کشی که انجام شد. ویدئویی که پخش میشه در این ارتباطه
و از دوستانی که علاقه‌مندن کار موسیقی میتونن بکنن، ویدیو کلیپ بسازن، پوستر میتونن درست کنن، خوشنویسی میتونن بکنن، خواهش میکنم که با بارنامه iranianrenaissance.com برن روی این سایت iranianrenaissance.com ایمیل بزنن بگن تو این زمینه چه کمکایی میتونن بکنن. چندین نفر از دوستان تا کنون اومدن همکاری کردن، موزیکای قشنگی ساخته شده، کلیپای قشنگی ساخته شده، اینو تبدیل به یک کمپین جهانی میکنیم و به دنبال این هستیم که همچنان که نسل کشی ارمنی ها در عثمانی رسمی شد و همچنان که هولوکاست در جهان ثبت شد، باید بکوشیم که این نسل کشی و فرهنگ کشی رو هم جهانیش کنیم، چون جدا از مسئله تاریخیش مسئله است که امروز هم نیاز به یک ایجاد آگاهی نه فقط در مشرق زمین که در مغرب زمین هم درباره این پدیده هست، چون ممکنه آتشش به خرمن خیلی ها بیفته. از شما خواهش میکنم کلیپ رو ببینید و روی تارنمای ما برید، اگر تو زمینه میتونین همکاری بکنین حتما ایمیل بزنین iranianrenaissance.com. از سوی دیگر من الان شیر اسکرین میکنم و به شما تارنما رو نشون میدم. برنامه زرتوش که الان مدت طولانی است از تلویزیون پارس پخش میشه نیاز به دهشمندی هممیهنان ارجمند داره، ایران دوستان و فرهنگ دوستان، برای اینکه بتواند هزینه های ارتایم شو بده. چیزی برای یه سال ما حدود 12,000 دلار نیاز داریم، برای 18 ماه که برنامه مونه چیزی حدود 18,000 دلار. به حال یک کلیپی هم بعد از اون پخش میشه در ارتباط با برنامه زرتشت. از کسانی که میخواهند که به گسترش خردگرایی، آبادگری و رشد اندیشه ایرانی در جامعه برون مرز و درون مرز کمک کنن، خواهش میکنم که به این گونه عمل کنن. میتوانند بروند به این صورت روی تارنمای ما، همچنان که میبینید iranianrenaissance.com و دکمه همیاری مالی اونجا است که زده دونیت، وقتی روش کلیک میکنید و صفحه باز میشه، هم میتوانید با کردیت کارت، کارت اعتباری و هم از طریق پیپل اگر که بخواهید دهشمندیتون رو انجام بدید و همراهی کنید اینگونه عمل کنید. مبلغ اینجا مشخص میکنید و میتوانید بگید دونیت با پیپل یا اینکه دونیت با دبیت یا کردیت کارت. این به هر حال یکی از روش هایی است که میتوانید که به برنامه زرتوش کمک برسونید. همچنان که گفتم با در تماس با ما هم میتوانید کلیک کنید و اگر در زمینه میتوانید برای ساروز قادسیه و در حقیقت یادبود نسل‌کشی و فرهنگ‌کشی ایرانیان کاری بسازید، کاری بکنید، همراهی بکنید، بسیار بسیار از همراهیتون سپاسگزار میشیم. در هلسینکی فنلاند هم همون تاریخی که خدمتتون گفتم 25 تا 28 آبان 16 تا 19 نوامبر یک گرد همایی فیزیکی هم خواهد بود که گروه بسیاری از ایرانیان و همچنین مردم شمال اروپا که به این موضوع علاقه مندن شرکت خواهند کرد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. دو تا کلیپ رو پس لطفا نگاه کنید، هم درخواست دهشمندی برای برنامه نوروز، برنامه زرتوش، برنامه خودتون و هم همچنین کلیپی که برای نسل‌کشی ایرانیان در قادسیه ساخته شده. شهرام گرامی بسیار سپاسگزارم از همراهیت و گفتار بسیار آموزنده‌ای که امروز و امشب برای ما و همیهنان داشتیم. بدرود.